موضوع ما حقیقت مطلق هستش، که حقیقت مطلق همون گونه که عرض کردم درست بودن اون رو داره نشون میده، صحیح کامل هستش، صحت کامل رو داره و در طول تاریخ پرداخته شده به این که این حقیقت مطلق رو حالا چه در امور علمی و تجربه و چه مذهب و عرفان و منطق و فلسفه بتونن اون رو تعریف بکنن. اما ما امروز مطابق کلام خداوند از اون سخن خواهیم گفت تا بتونیم به آنچه که به زندگی ما میتونه کمک کنه دست بیابیم، برای همون حقیقتی که مطلق هستش. چون اگر تصور بر این بکنیم حقیقتی هست که این حقیقت میتونه اینجا باشه و جای دیگه باشه، باید بریم سراغ فیلم ماربورک که همه راه ها به خدا میرسه، ولی چنین چیزی نیستش. همه مسافرها توی فرودگاه یه جا نمیرن، همه راه ها به این کلیسا نمیرسه عزیزان، همه راه ها به خونه های ما نمیرسه، ولی زمانی که صحبت از خدا میشه راحت تر فکر میکنیم شاید باشه که ما بگیم همه راه ها به خدا میرسه، و این حقیقت مطلق نیست عزیزان. نویسنده اعلام میکنه مردم هر روزه به دنبال یک خبر تازه هستند، در حالی که حقیقت یک چیز هست و هر روزه این حقیقت پایدار هست و هرگز عوض نخواهد شد. پس به دنبال خبر تازه در اخبارها نباش. یک حقیقت وجود داره که این حقیقت از ابتدا گفته شده و باید پیروی اون باشیم. حالا این حقیقت اگر تصور میکنیم سفید هست، کاملا سفیده. اگر تصور میکنیم این حقیقت سیاست، پس سیاه هست. چیزی به عنوان خاکستری وجود نداره. هرچند به تجربه و به تحقیق یافتیم که رنگ خاکستری هم وجود داره، اما علتش این نیست که اون حقیقته، بلکه از خمیره اصلی حقیقت دور شده و به خمیره دوری از حقیقت آلوده شده، به اون واقعیت میگن. یعنی تبدیل حقیقت به هر چیز دیگه‌ای میتواند واقعیت باشه. هرچند در این مسیر ما تلاش میکنیم، جستجو میکنیم، ادامه زندگی میدیم، حتی امیدی داریم که میتواند کمک ما بکنه، همون باور خاکستری ما، اما این حقیقت نیستش. این حقیقتی نیستش که در کلام خداوند عنوان شده، یا شما در هر بُعد دیگه‌ای میخواید به عنوان تعریف حقیقت اون رو بدانید. نویسنده اعلام میکنه سه چیز نمیتواند مدت طولانی پایدار داشته باشد. یکی خورشید که نبودنش همیشگی نیست، یکی ماه، و سوم حقیقت هستش، و حقیقت در هر صورت خودش رو نیز نمایان خواهد کرد. اما بریم با همدیگه کتاب پیدایش 3:1-7 رو که همه ما اون قسمت رو خوندیم و یا شنیدیم نگاهی داشته باشیم، ببینیم آنچه را که به عنوان واقعه پیش آمد، آنچه را که به عنوان خاکستری امروز بشریت پذیرفته و خیلی ها این خاکستری رو متاسفانه حقیقت میدونن، یعنی واقعیت رو حقیقت میدانند، چگونه پدید آمده. ممنون میشم. پیدایش باب 3:1-7. و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود هوشیارتر بود. پس شیطان، چون مار منظور شیطانه، شیطان بهره هوش بالایی داره، و میدانیم که شیطان یکی از اسماش پدر دروغگویان هست، مدعی برادران هستش. بله. و به زن گفت آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخوری؟ میگه به زن گفت آیا حقیقتاً، نگفت واقعی، گفت حقیقتاً، چون تا اون زمان آدم و حوا هیچ نوت نه تعلیمی داشتن و نه باوری داشتن که غیر از حقیقت میتونه چیز دیگه هم باشه. هنوزم شیطان این کار رو میکنه بین رابطه های زن و شوهرها، بین دوستان، بین انسان‌ها و خدا چیز دیگه‌ای رو علم می‌کنه،
و اجازه نمیده انسان‌ها به اون حقیقت برسن. داره این هوشیاری کاذب رو میده متاسفانه. که آیا حقیقتاً، یک بار دیگه این جمله رو، به زن گفت آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ این سوال باعث شک خواهد شد و از همونجا شیطان این شک رو در حوا ایجاد کرد. هوشیار باشید سوالایی که به شما میدن، چه دانسته و چه غیر دانه‌ایش نسبت به اون هدف. بله، زن به مار گفت از میوه درختان باغ میخوریم، لکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس مکنید، مبادا بمیرید. مار به زن گفت هر آینه نخواهید مرد، بلکه خدا میداند در روزی که از آن بخورید. از آنجایی که ببخشید، از اونجایی که تمام آن دانشی که شما حتی امروز، من یک ساعت با شما صحبت کنم، زمانی که کلیسا را ترک کردید، چه بسا شما عزیزانی که نوشتید، خوندید، تمرکز صحیح هم کردید، شاید 30-40% تو ذهنتون بمونه، تا برید خونه 20%، هفته دیگه 5-6% اگر بمونه، آنچرا که خداوندم به آدم و حوا گفته بود، گویا حوا همه آنچه که خدا بهش گفته بود یه نوع دیگه میگه، حتی لمس هم نکن، یعنی زیادگویی هم کرد. یعنی خود حوا از آنچه که بهش گفته شده و به عنوان حقیقت، پرده دیگه ای رو برمیداره به عنوان واقعیت. و خود ما گاهی در آن به آنچه که میشنویم متاسفانه به نوع دیگه ای تعریفش میکنیم، بدون اینکه حقیقت داشته باشه. بله، بلکه خدا میداند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز میشود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. و چون زن دید که از آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر و دانش افزا، پس از میوهش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او نیز خورد. بله، آنگاه چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدند که عریانند. پس برگهای انجیر به هم دوخته سترها برای خیشتن ساختند. بله، آمین. خیلی هم میتونید برای این قسمت کلام خدا دست بزنید. آنچه را که انجام دادن در اصل نه اینکه به پیروی حقیقت باشه، بلکه به پیروی صدایی بود که دروغ بود و این صدای دروغ اونها رو از اون حقیقت دور کرد و اسیر موقعیتی به نام همون رنگ خاکستری کرد که واقعیت بود. و آنچرا که در تصور این بودن که چشماشون باز شد، قبلا درباره اش صحبت کردیم، چشمای اونها باز بود، اونها کور نبودن، بلکه آنان اون برکت حقیقت که چی بود؟ روح القدس بود، در اونها بود و می درخشیدن. این روح القدس بود که از اونها بلند شد و اونها زشتی و برهنگی خودشون رو تازه تجربه کردن. چرا که انسان آفریده شده بود که بتونه در این مسیر نیز قدم برداره به توسط روح القدس. پس حقیقت کلمه مقدسی هست که نمیتونیم به این سطحی ازش بگذاریم، بلکه باید به اون توجه کنیم، چون که حقیقت کلام خدا به ما علت خلقت رو معرفی میکنه و میشناسونه و در این مسیر نیز قوت و توانایی رو به ما خواهد داد تا ما بتوانیم در این مسیر در کنار فهم نیز قدرت اجرایی هم داشته باشیم. در کتاب اشعیا 44:18-20 از تفسیری براتون میخونم، بهتر باز کرده اعلام میکنه نسبت به مردمانی که به دنبال واقعیت رفتن، نسبت به مردمانی که حقیقت رو پرسجو نبودن، اعلام میکنه آنها فهم و شعور ندارن، زیرا چشم باطن خود را نسبت به حقیقت بستن. کسی که بت میسازد آنقدر شعور ندارد که بگوید قسمتی از چوبی را سوزاندم تا گرم شوم و با آن نان پختم تا سیر شوم و گوشت را روی آن کباب کرده بخورم، حال چگونه میتوانم با بقیه همان چوب خدایی بسازم و آن را سجده کنم؟
کسی که چنین کاری میکند مانند آن است که به جای نان خاکستری بخورد و او چنان اسیر افکار احمقانه. احمقانه در کلام خدا یعنی بی ایمان. عزیزان موضوع توهین نیستش. او چنان اسیر افکار احمقانه خود است که قادر نیست بفهمد که آنچه انسان با دستهای خود میسازد نمیتواند خدا باشد. حالا میگیم بعد از رسول الله کی بت میپرسته؟ میپرستن، هنوزم بت میپرستن. ادیان شناسی و مذهب شناسی رو اگر ببینیم هنوزم بتهایی رو میپرستن که خودشون ساختن و در این مسیر نیز آسیب به خودشون و دیگران میزنن. اما به چه درد من و شما میخوره این کلام که به مسیح ایمان آوردیم؟ گاهی زمانی که من حقیقت رو نمیشناسم و تصور میکنم یه پام توی حقیقت، اتوبان حقیقت و یه پام توی اتوبان واقعیت قرار بگیره، میتونم زندگی روحانیم رو جلو برم، این بت پرستیه. یعنی این که من در مسیر رابطه هام ریا و دروغ بگم، توی بیزینس هم دروغ میگم، در راستی و صداقت نیستم. برای من و تو که فرزند خدا هستیم این بت پرستی هستش و ما نمیتونیم توی این مسیر زندگی کنیم. اگر به مسیح ایمان داریم باید فقط در حقیقت زندگی کنیم. در غیر این صورت کشیش باشیم، اسقف باشیم، معلم باشیم، خادم باشیم، مثل من کشیش باشید، فرقی نمی کنه. این بت پرستیه. حتی میخوام بگم اگر من خدمتم برای جلال انسانی خودم هست، این بت پرستی هست. پس ما موقعیتمون خیلی حساس تر هست اگر بخوایم به حقیقت نگاه کنیم. شخصی در زمانی که برای هدایا جمع کردن بود مبلغی رو میندازه توی صندوق هدایا، بعد که هدایا رو جمع میکنن بلا فاصله میره به مسئول هدایا میگه معذرت میخوام، من اشتباه کردم. میگه چی شده؟ میگه من میخواستم 10 دلار بندازم اما انگار 100 دلاریمو انداختم. مسئول هدایا میگه که آنچه را که توی صندوق قرار میگیره ما دیگه نمیتونیم برگردونیم. و این شروع میکنه با این بحث کردن که آره نیت من این بوده، من 10 دلار میخواستم بزنم، آخرش هم میگه من نیتم همون 10 دلار بوده. با ناراحتی میذاره میره بیرون. نیتش چقدر بوده؟ 10 دلار بوده. ما اینجا دوباره برمیگردیم به این قسمت. ما در کلیسای پرستگان مسیح مطابق کلام خدا درباره دهیک و هدایا تعلیم میدیم و مطابق آنچه که ضرورت کلیسای مسیح هست نیز اعلام میکنیم برای ماندن این کلیسا، برای ماندن رویاهایی که خدا به این کلیسا داده، برای ماندن تلویزیون امید جاودان باید دست به دست هم بدیم و این کلیسا رو نگه داریم. اینم ضرورت هستش. پس هم تعلیم کلام خداست، هم موقعیت ضرورت موندن این کلیسا هست. باش به شما هم داریم میگیم عزیزان شرایط مالی خراب هست، دست به دست هم بدیم تا بتونیم موقعیت تلویزیونمون رو داشته باشیم، خدمتی که ماورای این کلیسامون هست داشته باشیم. اینا رو میگیم. اما کلام خدا خوشی دل رو نیز به ما میآموزد. خوشی دل به این معنا نیست که من میخوام یا نمیخوام. خوشی دل به این هست آیا شما آن هدیه‌ای که میدی، اون دهیکی که میدی در مسیر حقیقت داری میدی؟ یعنی به خاطر رویا و ویژن و کلام خدا که عنوان شده داری میدی؟ و یا نه خجالت میکشی میگی حالا کسی متوجه نشه من یه چیزی بدم، یا از ترس برادر، اگه ترس ما بود که خیلی خوب بودش، کسی هم اگه میترسه از ما، یا اینکه من از ترس بدم یا برای آبروریزی بدم. عزیزان زمانی که ما به این نیت درست نیستیم، به درک درست از کلام خدا نیستیم، ببخشید بت پرستیه. عذر میخوام. این شخص 100 دلار انداخته بوده اما میگه من نیتم 10 دلار بود. بعد از بحثی که میشه خادم خدا بهش میگه مطمئن باش خدا به همون نیت 10 دلار برات حساب میکنه. به چه نیتی هستیم؟ پس مهمه که من حقیقت رو بدونم در امور زندگیم
که مبادا نسبت به موقعیت‌های زندگی روحانیم فقط موقعیت‌هایی رو داشته باشم که بخوام توجیه نوع شرایطم رو بکنم و بگم من یه کاری تو تیواری انجام دادم، باز به دام مذهب گرفتار شده باشم. پس زمانی که ما از حقیقت دور میشیم، از راستی دور میشیم، ناخودآگاه تحت پوشش تعالیم کی هستیم؟ بشنوید، پدر دروغگویان هستیم، تعارف هم نداریم، این حقیقته. یا مطابق کلام خدا میریم جلو و یا اینکه میباید بپذیریم این نوع بت‌پرستیه. میگی چه کار کنم؟ خودت رو آگاه کن، دانشتون رو نسبت به حقیقت باید زیاد کنیم، چرا که ما میدانیم در مسیر حقیقت یعنی با خدا همراه شدن، در مسیر حقیقت یعنی با خدا همفکر شدن، در مسیر حقیقت باید ایمان من رشد کنه. گفتیم میز ایمان تشبیه به چیه؟ یک چهارپایه، میتونم بشنوم؟ یکی از پایه هاش دعا، بله، پاری روح القدس، کلام خدا و خدمت هست. اگر یک ایماندار این چهار پایه رو در مسیر زندگیش سفت و محکم بهش بچسبه، سالهاست ایمان آوردی، آیا خدمت میکنید یا نه؟ کسی که بس ایمان میاره خادم خداست. آمین. متی 28:19 اعلام میکنه اگر میبینی خدمت نمیکنی، میتونی به خادمین بگی دعا کن برای این مسئله، کنار نشین اگه میخوای ایمانتو رشد کنه و اگر میخوای در این مسیر بتونی به اون چرا که درست هست برسی، میباید به آنچه که کلام خداوند در همین چهار اصول، یک بار دیگه با هم دیگه، دعا، کلام خدا، پری روح القدس و نیز خدمت رو داشته باشیم. کتاب مقدس شاهد بر این هست که متاسفانه از حوا گرفته که برای اینکه بتونه دانش خودش رو بیشتر کنه عهد شکنی میکنه در باغ عدن. به قائن میرسیم، قائن احساس اشتباه خودش رو که حسادت هست رو میخواد توجیه کنه، برادر خودش رو میکشه. میرسیم به نوح. خب نوح بود و خانوادهش، واقعا نمیدونم اگه مثلا برفرض تصور بکنید ما و خانوادهمون در این کره زمین فقط باشیم چیکار میکنیم. نهایتا این میرسیم به یه جایی که احساس افسردگی میکنیم، خستگی میکنیم، احساس میکنیم چقدر تنها هستیم. خب چه بسا که نوح همین احساس بهش دست داده، حالا در کناری که در حضور خدا بود یه شراب خیلی خوب درست میکنه و اینقدر میخوره که مس میکنه، لخت و برهنه در برابر خانوادهش میشه و نیز گناه میکنه. پس میبینیم این مسیرها را نیست، همه اینها مسیرهایی هستش که گریز از حقیقت شده. میرسیم به یعقوب که برای داشتن برکت برادر خودش عیسی رو نیز فریب میده. ابراهیم همسر خودش رو در کنار اینکه خواهر ناتنیش بوده اما به دروغ میگه همسر من نیست، چون اون زمان شریعت نبوده و اون میتونسته با خواهر ناتنیش نیز ازدواج کنه، اما دروغ میگه. داوود پادشاه برای هوس درونیش متاسفانه زنا میکنه. همه اینها مسیرهای واقعیت هست، مسیرهای حقیقی نیستش. سلیمان برای ادعای احترام که همه دینا درستن، همه درست میگن، حق با همه هست، همه راه ها به خدا میرسه، رفت بت پرستی کرد و نیز در کلام خدا میگه بت پرستی کرد و حتی توبه نیز نکرد. و در عهد جدید همیشه به پتروس که میرسیم، پتروس هم ما اذیتش میکنیم، رسواش میکنیم. و پتروس نیز سرور خودش عیسی مسیح رو با این که میگه خداوند هست، از ترس جانش میبینیم که منکر میشه. حالا شما میفرمایید که برادر رسول، خب همه اینا رو که گفتی به زمان خودشون این نجات رو نداشتن،
و این پوری روح القدس رو نداشتن، این وعده رو نداشتن. حالا ما که داریم چی؟ همین پتروس بعد از این که از روح القدس پر میشه، قوت خدا در او قرار میگیره، بشارت میده و کلام خدا هست که به توسط او چند هزار نفر به مسیح ایمان میآورن. همین پتروس در یکی از این دامهایی که معمولاً یا برای نیازمون یا برای حاجت دلمون و یا احساساتمون و یا رفع سختی‌ها و مشکلات زندگیمون هست، اونجا هستش که مدعی برادران یک دامی رو برای ما پهن میکنه که ما رو به دام واقعیت‌ها بندازه. پتروس جایی که مهمان بود و داشت خوراک قربانی رو میخورد، وقتی پولس رسول میاد میره عقب میشینه و پولس اونو توبیخش میکنه، میگه اگر اشتباه بود چرا نشستی خوردی، اما اگر درست بود چرا رفتی عقب. پولس رسول هدفش این نبود که بخواد به اون نشون بده تو ایمانت ضعیفه، هدف همینه، اگر فرزند خدا هستی فقط باید در راستی زندگی کنی، اگر فرزند خدا هستی هیچ چیزی رو نمیتونی توجیه کنی نسبت به این که من تو یک شرایط خیلی بدی قرار گرفتم و چاره ای نداشتم دروغ گفتم، چاره ای نداشتم گناه کردم. اشکال نداره گناه میکنیم، اما میباید توبه کنیم، میباید دوباره از اون مسیر واقعیت به سمت حقیقت بریم. برای نمونه خوب در کتاب مقدس یوسف پادشاه رو داریم. یوسف پادشاه رویایی که از خدا گرفت وفادارانه براش ایستاد، به چاه افتاد، به زندان رفت، اما نهایتاً همان چرا که خدا بهش گفته بود حاکم شد بر مصر و قوم خودش رو تونست نجات بده از قحطی، و چون وفادار بود و چون در مسیر حقیقت قرار گرفته بود. امروز این پیام برای ما هستش، اگر همچون یوسف، اگر همچون رسولانی که در راستی ایستادن، همه ماها به طور خاص ما ایرانی هایی که امروز خدا برکت داده، حقیقت کلام رو بر ما آشکار کرده، حقیقت مسیح رو بر ما آشکار کرده، صلیب رو بر ما آشکار کرده، اگر در کنار حقیقت بخوایم یه پا اون ور بذاریم، عزیزان به دام واقعیت هستیم، توی خاکستری هستیم. از این رو بود که مسیح گفت هوشیار باشید، یا سرد سرد یا گرم گرم باشید، نمیتونی ولرم باشی، تو خاکستری نمیتونی خودتو قرار بدی، یا توی دنیا باش، رومیان 12:2، یا همشکل این دنیا شو، حالتو بکن، و یا اگر به مسیح ایمان آوردی میباید کاملا آنچه را که کلام میگه مثل خود مسیح نیز عمل کنیم، چون ما شاگردان او هستیم. شاعری نیز اعلام میکنه راستی کن که راستان رستند، در جهان راستان قوی دستند، راستگاران بلند نام شوند، کجروان نیم پخته خام شوند، یوسف از راستی رسید به تخت، راستی کن که راستان گردن بخت، راست گویند راست بینند خواب. ما فرزندان خدا هستیم، خواب و رویا میبینیم. اگر تو راستی باشی خوابها و رویاها مطابق یوئیل 2:28 خواهی دید. راست گویند راست بینند خواب، خواب یوسف که کج نشد دریاب. خودتو دریاب در اون مسیری که حقیقتا میتونه اراده خدا باشه و برکت رو خواهی گرفت. در امثال 2:3-8 اعلام میکنه محبت و راستی را هرگز فراموش نکن، بلکه آنان را بر گردنت بیاویز. درست مثل شما عزیزان، وقتی کلیسا میای، وقتی کلام خدا رو میخونی، وقتی در دعا هستی، وقتی خداوند رو خدمت میکنی، شما کلام خداوند رو همون گونه که سلیمان داره میگه گویا که بر گردن خود آویختید مانند گردنبند، و بر صفحه دلت بنویس. اگر چنین
کنی هم خدا از تو راضی خواهد بود و هم انسان. با تمام دل خود به خداوند اعتماد کن و بر عقل خود تکیه منما. در هر کاری که انجام میدهی، هر کاری، هر موقعیتی، عزیزان، کار بیزنست میتونه باشه، کار مهمونی رفتنت هم میتونه باشه، کار مهمون دعوت کردنت هم میتونه باشه، هر فکری، هر احساسی که داری خدا را در نظر داشته باش، یعنی از چشم خدا نگاه کردن، و او در تمام کارهایت تو را موفق خواهد کرد. در تمام کارها کلام خداوند میگه فرزندان خدا برکت خواهند گرفت، اما برکت اونها درش زحمت نیست. نه اینکه ما بدون تلاش دریافت میکنیم، بلکه در اون خستگی نیست، احساس غم نمی کنی، احساس ناامیدی نداریم. به حکمت خود تکیه مکن. باز برای این نیستش که ما منطقی فکر نکنیم، خیر، بلکه میگه به تجربه و یافته ها، اخبار دروغ که تو رو ناامید میکنه تکیه نکن، بلکه از خدا اطاعت نما، وفادار باش به او و از بدی دوری کن، و این مرهمی برای زخمات خواهد بود، برای ترسات خواهد بود، برای نگرانیات خواهد بود. توی موقعیت زندگیت میخوای ازدواج کنی، میخوای اقامت بگیری، مسیر کارت رو داری منظم میکنی، چه کاری رو انجام بدی، و به تو سلامتی خواهد بخشید، یعنی آرامش و امنیت رو به تو خواهد داد و راستی و صداقت رو نیز به تو میآموزه که بتونی در این مسیر باشه. در غیر این صورت ما آسیب خواهیم خورد. باز نامه رومیان 2:7-8 اعلام میکنه بعضی از افراد نیکویی را دنبال میکنن و در جستجوی عزت و شرف و حیات فناپذیر هستن، مانند شما، مانند شما عزیزانی که میتوانستید جای دیگه باشید، یک شنبتون تو یک موقعیت دیگه باشید، اما مطابق کلام خداوند که فرزندانش رو میخونه تا بیان در کلیسا، آمدید کلیسا. خدا به آنان حیات جاوید خواهد داد. بعضی از افراد خودخواه هستند، یعنی تفکرات خودشون رو و تبلیغات دنیا رو پذیرفتن و حقیقت رو رد میکنن و به دنبال ناراستی میروند. آنها مورد خشم و غضب خدا قرار خواهند گرفت. گفتم خشم هرگز این نیستش که خدا یک بدی رو وارد زندگیت کنه، هرگز. خدای ما خدای نیکویی هستش. خشم یعنی اعتراض به بی‌عدالتی. میتونیم با هم دیگه اینو بگیم؟ خشم یعنی اعتراض به بی‌عدالتی. پس این گونه فکر نکنیم که اگر صحبت از خشم خدا میشه، در اصل ما تو یک جایگاهی هستیم که داریم تعریف میکنیم عصبانیت خدا روی ما هست و ما رو تنبیه خواهد کرد. خیر، دوری ما از خدا ما رو از اون آرامش و خوشی نیز دور خواهد کرد. گاندی اعلام میکنه اخلاقیات اساس همه چیز هست و حقیقت جوهر همه اخلاقیات هست. اگر من در حقیقت زندگی کنم، مسلماً رفتار و اعمال من نیز خوب خواهد بود و معنای درستی نیز زندگی من پیدا خواهد کرد. میباید حقیقت رو بشناسم و چون حقیقت رو میشناسم، پایه ایمان من درست خواهد بود، توجیه نخواهد بود، واقعی نخواهد بود. معلم رو میکنه به شاگردانش، میگه آیا شماها دعا کردید و تجربه اجابت دعا رو دارید؟ یکی از شاگردان دستش رو میبره بالا، میگه بله بله. میگه خب بگو چه دعایی کردی؟ گفت من دعا کردم بابام برام یه دوچرخه بخره. گفت خب، گفت دوچرخه نخرید، من رفتم این دوچرخه دزدیدم، بعد دعا کردم خدا منو ببخشه. دعا کرده دیگه، دعا کرده، خودش هم عمل کرده، اما از اون اتوبان حقیقت نیز دور شده و در مسیر واقعی خودش رو اسیر کرده و این کار رو ما متاسفانه خیلی ماها انجام میدیم و فکر میکنیم که اگر با دروغ زندگی کنیم میتونیم به نوعی مشکلیمون رو حل کنیم و بالاخره یه فرصتی هستش که خدا ما رو ببخشه. داستانی هست، میگه دروغ و راستی با هم دیگه قدم میزدن، رسیدن به یک رودخونه و دروغ رو که به راستی گفت میخوای آب تنی کنی؟ گفت آره. همین که حقیقت و راستی
لباس خودش رو در آورد، میگه دروغ رفت لباس اونو تنش کرد. و تا به امروز دروغ همه جا خودش رو عنوان میکنه، اما حقیقت همیشه پنهان میشه، قایم میشه. برای همین هستش که میگیم حقیقت هم تلخ است. نمیگیم حقیقت تلخه و اینگونه میگیم. گاندی باز نیز اعلام میکنه حقیقت داروی تلخی است که ثمرات او نیز شیرین خواهد بود. اما بریم با هم دیگه نامه اول یوحنا 5:20 رو داشته باشیم. این آیه آیه ثابت است. آیا همه بروشور دارن؟ عزیزانی که بروشور ندارن لطفاً دستاشون بالا باشه بهشون بروشور بدم. اما آگاه هستیم که پسر خدا آمده است و به ما بصیرت داده است تا حق را بشناسیم و در حق، یعنی در پسر او عیسی مسیح هستیم. اوست خدای حق و حیات جاودانی. ای فرزندان خود را از بت‌ها نگاه دارید. آمین. آمین. میتونیم برای این قسمت، برای قسمت‌های کلامی که زهره جان میخونه لطفا دست بزنید. خوب هست که افتخار ما کلام خداوند باشه. خب اگر من مطیع حقیقت هستم، یعنی در آرامش و به طور خاص یکی از ویژگی‌هاش حکمته. خدا حقیقت است. آمین. در حضور خداوند مطابق ارمیا 33 اگر من برم دعام اجابت میشه و به من خداوند این حکمت رو خواهد داد که مسیر زندگیم رو پیدا کنم. مبادا توی زندگیم هزینه های بی خودی بدم. حالا هزینه وقتت هست، پولت هستش، افکارت هستش که تو رو خسته میکنه، جسمت هست که نیز اون رو خسته و ضعیف میکنی. مبادا من هزینه بدم. این بصیرت رو خداوند به توسط ایمان شما به مسیح به شما خواهد داد و این کار روح القدس هست که برای ما تمام امور زندگیمون رو مکشوف خواهد کرد. شخص ثروتمندی به خاطر چشماش که درد میکرد میره پیش یک پزشکی و برای معالجه از اون خواهش میکنه که کمکش کنه. پزشک بعد از اینکه معاینه میکنه، تحقیق میکنه، میگه فقط یک راه بیشتر تو نداری، این که تمام چیزای سبز رو نگاه کنی و بتونی سبز ببینی چیزای دیگر رو، اون موقع درمان میشی. این شخص ثروتمند بلافاصله میاد تمام زندگیشو سبز میکنه، رنگ خونهشو سبز میکنه، کارکنانی که توی خونه بودن به اصطلاح خادمینشو یه لباس سبز بپوشن، رنگ ماشینش سبز، تمام زندگیش سبز. حتی خوراک و دستور داده بوده ادویه سبز بریزن روش که این بتونه مداوا بشه. بعد از 5-6 ماه که میبینه چشماش خوب شده، دستور میده میگه اون پزشک رو دعوت کنید یک شب بیاد خونه ما، خونهش که قصر بوده، بیا توی اون قصر رو ازش تشکر کنه. وقتی اون پزشک خواسته وارد بشه میبینه لباسای سبز رو آماده کردن و میگن ارباب دستور داده همه باید لباس سبز رو پوشن. اونم لباس سبز رو میپوشه و وارد میشه و وقتی وارد میشه این شخص ثروتمند تشکر میکنه و میگه درسته من چشام خوب شد، ولی حقیقتا درمان پرهزینه‌ای بود برای من. و پزشک میگه اتفاقا این درمان خیلی کم هزینه بود، چون کافی بود تو فقط یه عینک میزدی به چشمت که رنگ شیشه‌اش سبز بود. خرد و حکمت میتونه به ما کمک کنه که ما چگونه زیم و خدایی رو به ما خواهد داد. حالا اینها مثال ها و تشبیه های خیلی ساده هست توی زندگیمون، اما اگر تمرکز درست داشته باشیم در حضور خدا، خدا ما حکمت میده برای ازدواجت. من خیلی از عزیزان هستن که میان اینجا میگن خواهش میکنیم، ما میخوایم ازدواج کنیم، ما میخوایم با این شخص ازدواج کنیم، واقعا من دلم برایش میسوزه، ولی وقتی دعا میکنم خدا با قلبم صحبت میکنه این اراده خدا نیست. نمیخوام بگم عزیزان همش توی ازدواج باید بدون اراده خدا، اراده خدا نه، اراده خدا اینه که یکی ماندار با یکی ماندار ازدواج کنه. اما وقتی میای از خدا سوال میکنی انتظار داشته باش به جواب بده دیگه، بهت میگه. خواهر عزیزم لیدا جان که یادم هست چند روز پیش خود ایشون یاداوری کردن، اومد پیش من گفت من میخوام یه خونه ای بخرم، الان این خونه رو میخوام بخرم. وقتی دعا کردم گفتم خدا با قلبم صحبت میکنه این خونه رو نگیر. گفت چرا برادر رسول؟ میدونم، لطفا منو اصلاح کنی، میدونم که تو اون زمان یک عشقی داشت نسبت به خریدن اون خونه، ولی وقتی من گفتم نه، دیدم یه خورده بارم،
گفت نه، خدا میگه به تو یه خونه خیلی بزرگ خواهد داد. لیدا جان این گونه شد یا نه؟ هاللویا، هاللویا. پس اگر از خدا سوال میکنیم، میباید بیستیم در اون راستی تا آن را بشنویم. افلاطون اعلام میکنه آنان که میخواهند خوب زندگی کنند باید به حقیقت نزدیک بشن تا روش زندگی خوب رو داشته باشن. بریم با هم دیگه انجیل یوحنا 8:31-47 رو لطفاً داشته باشیم. پس عیسی به یهودیانی که به دو ایمان آوردند گفت: اگر شما در کلام من بمانید، فی الحقیقت شاگرد من خواهید شد. یعنی در اون حقیقت محکم بمانید. اگر ایمان داری این کلام خداست. توجیش نکن، باش بحث نکن لطفاً. باش بحث نکن. اگه زندگیت رو میبینی نمیتونی مطابق این کلام خداوند پیش ببری، اینو توجیش نکن. خواهش میکنم. فیلتر تمام زندگی ما همین کلام خدا هست. چیز دیگه ای نیست. توجیهات دیگه ای نیست. بارها شده عزیزان به من زنگ میزنن از کلیساهای دیگه. بعد رسول میتونم بر فرض مثال من با یک بی ایمان ازدواج بکنم؟ میگم نه. بعد رسول میشه قبل از ازدواج ما رابطه داشته باشیم با کسی که دوستش داریم، رابطه جنسی؟ میگم مطابق این کلام خدا نه. بعد میگه ای شما هم که مثل کشیشمون صحبت میکنی. خب کشیش تا مثل این کلام خدا صحبت کرده. ما غیر از این نمیتونیم. ما مسیر حقیقت رو معرفی میکنیم. اگر شما میخواید مسیر واقعی رو برید، خب خودتونم اذیت خواهید شد. اما از ما انتظار نداشته باشید که ما با شما همگام توی مسیر واقعیت بشیم. خود ما اینقدر مشکلات و سختی‌ها داریم که باید مواظب خودمون باشیم از حقیقت دور نشیم. دیگه شماها ما رو نباید ببرید. به موقعیت منظورم شماها نیست، عزیزانی که یه موقع تماس میگیرم. بله. و حق را خواهید شناخت و حق شما را آزاد خواهد کرد. حق ما را آزاد میکنه. حالا تصور میکنیم خب چه نوع آزادی؟ من رو از واقعیت و اندیشه واقعیتم آزاد میکنه. این که من به فکر آزادی مملکتم ایران هستم و در نام عیسی مسیح سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی رو میخوام، آمین، میخوام، درش شک نکنید. یک ذره درش شک نکنید. این که من آزادی افراد سیاسی رو میخوام توی ایران، درش شک نکنید. تمام عقاید آزاد باشن. اما این رو بدانیم تا هر انسانی اول خودش آزاد نشه، هرگز نمیتونه دیگری رو آزاد کنه. اگر امروز ما ادعای آزادی مملکتمون ایران رو داریم، به خاطر اینه که ما آزاد شدیم از واقعیت ها، از دروغ ها آزاد شدیم. امروز دلسوزی من موقتی نیست، برای یک شعار نیستش. حقیقتاً این دلسوزی از خود خدا آمده که خلقشو دوست داره و من رو در این مسیر و خادمین این کلیسا رو در این مسیر نیز تشویق میکنه که برای ایران و ایرانیان دعا کنیم. بله؟ به دو جواب دادند که اولاد ابراهیم میباشیم و هرگز هیچ کس را غلام نبوده ایم. پس چگونه تو میگویی که آزاد خواهید شد؟ عیسی در جواب ایشان گفت: آمین آمین به شما میگویم، هر که گناه میکند غلام گناه است. چون اونها هرچند خودشون رو به عنوان فرزندان ابراهیم میدانستن، اما اسیر بودن. میدونید اسیر چی بودن؟ اسیر 613 تا قانون و شریعت که بد نبود، اما اونها میباید در مسیر تلاش رسیدن به انصاف تازه خودشون رو ثابت کنن که توانستن خدا رو راضی کنن. و ما هرگز نمیتونیم خدا رو راضی کنیم. فکرمونم باید پاک کنیم. ما هرگز خدا رو نمیتونیم راضی کنیم. رضایت خدا به این هست که مردم به اون هدیه بزرگی که خداوند بر زمین فرستاد، یگانه پسرش عیسی مسیح، ایمان بیاورن. و این رضایت خدا هست، این خوشنودی خدا هستش و این فیض خداست، اعمال من نیست. ما با شریعت هرگز نمیتوانیم خدا رو راضی کنیم. خدا شریعت رو به ما داده که ما مطابق شریعت رابطه های خوبی با همدیگه و با خودمون داشته باشیم، اما به خدا ما نمیتونیم برسیم. در انجیل یوحنا 1:17 میگه: زیرا شریعت به وسیله موسی عطا شد، اما فیض و راستی به وسیله عیسی مسیح رسید به ما. که کمک به ما بکنید در مسیر حقیقت باشیم. بله. و غلام همیشه در خانه نمیماند، اما پسر همیشه میماند. پس اگر پسر شما را آزاد کند، در حقیقت آزاد خواهید بود.
می دانم که اولاد ابراهیم هستید، لکن می خواهید مرا بکشید، زیرا کلام من در شما جای ندارد. من آنچه نزد پدر خود دیدم می گویم و شما آنچه نزد پدر خود دیده اید می کنید. در جواب او گفتند که پدر ما ابراهیم است. عیسی به دیشان گفت اگر اولاد ابراهیم می بودی، اعمال ابراهیم را به جا می آوردید. ولیکن الان می خواهید مرا بکشید و من شخصی هستم که با شما به راستی که از خدا شنیدم تکلم می کنم. پس یهودی ها هنوز آزاد نشده بودن. پس چون آزاد نشده بودن، آزادی قومشون را می خواستن. اما موفق نبودن که حتی آزادی قوم خودشون رو ببینن در برابر رومی ها که اونها رو به استعمار گرفته بودن. پس همه شعار میدادن. لذا عیسی مسیح مطابق لوقا 4:18 اعلام میکنه روح خداوند بر من است، زیرا که مرا منس کرده تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاده تا شکست دلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم تا کوبیدگان را آزاد سازم. کسی که حقیقتاً به دنبال آزادی هست، نه کسی که یک شعار داره میده. از این رو هستش که میباید انسان‌ها اول آزاد بشن از اسارت گناه و هلاکت و عادت‌ها، و اون موقع هستش که ما میتونیم آزادی برای دیگران رو بطلبیم. خیلی ها هستن صحبت از این میکنن اعدام نباشه. خب ما میگیم اعدام نباشه، حتی کلام خدا میگه مطیع قوانین باید باشیم، قوانین یک دولت میباید باشیم. اما کسی میتونه تعریف اعدام نباشد رو بگه که کاملا درک کرده باشی که عیسی مسیح برای همه اعدامی‌ها اعدام شد، از جمله باراباس. مسیح روی صلیب اعدام شد و باراباس آزاد شد. و اگر کسی چنین درکی رو داشته باشه، به راحتی میتونه حتی درباره اعدام نیز صحبت بکنه که اعدام نباشه. سعدی اعلام میکنه خانه از پای بس ویران است. عذر میخوام، کشور ما اسیر دروغ‌ها و ریاکاری و مذهب دروغین هست. اونقدر به مردم دروغ گفتن که مردم ما به خاطر این قضیه زلزله هیچ اعتمادی دیگه به این دولت ندارن. خوشبختانه هیچ اعتمادی، چون 40 سال دروغ گفتن و اعتماد مردم رو گرفتن چون در حقیقت نبودن. از این رو میباید ما که فرزند خدا هستیم در حقیقت و راستی زندگی کنیم. مبادا یک روزی از دیگران بشنویم که مسیحیان دروغ میگن، مسیحیان ریا میکنن، مسیحیان کلک میزنن. سخن من که سخن کلام خداست، اعمال در شما عزیزان هستش که کلیسا که تموم میشه هر کدومتون وارد خانه میشید، محل کاری میشید، مجموعه میشید، و شما و من بیرون از این کلیسا باید مسیح رو نمایندگی بکنیم. نمیتونیم بگیم فقط رفتن به کلیسا، حتی 10:1 و حتی خدمت هستش. پس من حقیقت رو بیان میکنم، اما در واقعیت دارم زندگی میکنم. باز اعلام میکنم، سعدی گفت خانه از پای بس ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. به فکر این هستش که مکاپ کنه. امیدوارم به کسی بر نخوره. خیلی ها مذاهب دروغین رو فقط مکاپ میکنن، مکاپ میزنن، آرایشش میکنن تا خوشگل نشونش بدن، اما حقیقتش این نیست، چون خودش حقیقت نیستش. بله، ابراهیم چنین نکرد. شما اعمال پدر خود را به جا می آورید. بدو گفتند که ما از زنا زاییده نشده ایم. یک پدر داریم که خدا باشد. آمین. عیسی به ایشان گفت اگر خدا پدر شما می بود، مرا دوست می داشتید، زیرا که من از جانب خدا صادر شده و آمدم. یعنی کاملا درک می کردید که عیسی مسیح پسر خداست. حالا میگی من درک نمی کنم عیسی مسیح پسر خداست. خب حق داری، سالها مسلمان بودی، قول و عهد الله و سمن لم یرد و نماز نخونیم اینجا میگفتیم. نه خدا زاییده شده، نه کسی رو زاییده، نه شریک داره. بله، حالا یه دفعه میگیم او خدا پسر داره. خب بیا سوال کن، معلمین هستش در کلیسا، از کشیش رسول استفاده کن، از اون دانش اندکی هم که داره استفاده کن، بهت ثابت بشه مسیح پسر روحانی خداست و خدا بر روی زمین قدم گذاشت و این حقیقته. حقیقت بر روی زمین قدم گذاشت تا برای ما باز بشه که مرید او حقیقت بودن زندگی ما رو برکت حقیقی خواهد داد. بله، زیرا که من از پیش خود نیامدم بلکه او مرا فرستاده است. برای چه سخن مرا نمی فهمید؟ از آن جهت که کلام مرا نمی توانید بشنوید،
شما از پدر خود ابلیس می باشید و خواهش های پدر خود را می خواهید به عمل آرید. چون در واقعیت بودن، اونها هم کلامو می دونستن. عزیزان خواهش می کنم، اگر امروز یه خود سخت صحبت می کنم با عرض پوزش، هدف این هست مبادا ما به اون چاله هایی که قوم یهود قبل از اینکه مسیح ایمان بیاورند گرفتار شدن. کلامو می دونستن، ایمان به خدای یهوه داشتن، اما با توجیهات خودشون از اتوبان حقیقت توی جاده هلاکت واقعی گرفتار شده بودن. بله؟ او از اول قاتل بود و در راستی ثابت نمی باشد. منظور شیطان رو داره میگه. بله؟ از آن جهت که در او راستی نیست. هرگاه به دروغ سخن میگوید از ذلت خود میگوید، زیرا دروغگو و پدر دروغگویان است. اما پدر ما مطابق مزمور 33:9 میگه خدا گفت و آمین. چقدر ایمان داری به این؟ چقدر به این ایمان داری؟ یه بار دیگه با هم بگیم، خدا گفت و شد. آیا خدا صدای ما رو میشنود؟ اگر خدا صدای تو رو میشنوه، صدای من رو میشنوه، به خاطر مسیح میشنوه، مطمئن باش که آنچه که در دلت هست یا میشه یا بهتر از اون میشه. اینو بپذیر، اینو بپذیر. پیام امروز اینه، تو فرزند حقیقی خدا هستی، تو شاهزاده هستی، تو سفیر هستی، تو کاهن هستی، تو نور و نمک این جهان هستی. اگر خدا گفت و شد، با این حقیقت قدم بردار تا اون بگه سلامتی تو به دست بیاری، تا اون بگه نیازها، خلاهای خالی رو مسیح پر کنه توی زندگیت و به تو برکت بده، به تو حیات بده. میتونی اینو دریافت کنی؟ اگر میتونی دریافت کنی بگو در نام مسیح دریافت میکنم، چون خدای من خدای راستگو هست، پدر دروغگویان نیست. بله؟ و اما من از این سبب که راست میگویم مرا باور نمیکنید. کیست از شما که مرا به گناه ملزم سازد؟ پس اگر راست میگویم چرا مرا باور نمیکنید؟ کسی که از خداست کلام خدا را میشنود و از این سبب شما نمیشنوید که از خدا نیستید. آمین. آمین. چون تمرکز رو به سمت خدا قرار ندادن. حالا دانستیم همه این رو، درسته؟ قبلا هم خوندیم عزیزان، دانستیم، قبلا هم میدانستیم. اما میدونید دانستن آنچه را که امروز شنیدیم دوباره برای ما مسئولیت میاره، چون در نامه غلاطیان 5 کلام میکنه، پس به آن آزادی که مسیح ما را به آن آزاد کرد استوار باشید و باز در یوغ بندگی گرفتار نشید. چرا که وقتی که در یوغ بندگی گرفتار میشیم، عذر میخوام، ببخشید، در راستی نیستیم، در ناراستی هستیم، در ناراستی هستیم، در ریا هستیم، در دروغ هستیم، در دروغ هستیم، وسیله تو دست شیطان هستیم که دیگران رو فریب میدیم. به جای اینکه دیگران رو تسلی بدیم، امید بدیم، دعای برکت بکنیم، متاسفانه آسیبشون خواهیم زد. سعدی باز اعلام میکنه، شنیدم گوسفندی را بزرگی، رهانیده از دهان و دست گرگی، شبانگه کار در حلقش بمالید. همین که رهادی اونو رهانیده بود، شبانگه کار در حلقش بمالید، روان گوسفند از وی بنالید، که از چنگال گرگم در رو بودی، چو دیدم عاقبت گرگم تو بودی. وا، ما فرزند خدا هستیم، ما در حقیقت هستیم، خیلی هوشیار باشیم عزیزان. فرصت هست نسبت به هر اشتباه، هر گفتاری که در واقعیت فرزند خدا در حقیقت زندگی میکنه، توبه کنیم و این رو مطمئن باشید که خدا میپذیره و خدا ما رو برکت خواهد داد. آمین. همه برشور داریم؟ بله. پس بریم با هم دیگه اولین نکته رو داشته باشیم. عزیزان خودکار هستش؟ لطفاً اون جایگاه ها رو پر کنید. ثمره حقیقت. پس حقیقت ثمره داره. این اولین در از تعلیمیه که ما باید داشته باشیم. حقیقت علت خلقت رو بر ما آشکار میکنه. پس این نیستش که من بگم من یه باوری دارم، حالا نمیدونم چرا خدا منو آفریده. من پیغمبرمو میشناسم، کتابشم میشناسم، اما چرا منو آفریده خب توش ننوشته. اون کتاب، کتاب کلام خدا نیستش. سردرگمی از طرف خدا نیست.
علت حقیقت علت خلقت را بر من آشکار می کند و راستی و صداقت را می آموزد به توسط روح القدس به ما، به توسط کلام و قدرت اجرایی می ده و به آزادی برکت من می دهد. عزیزان، آزادی چیزی نیستش که من و شما به دیگران بدیم، دیگران به ما بدن. آزادی رو خدا باید به ما بده. در حضور خدا آزادی رو بخواه، آزادی مملکتمون ایران رو از خدا بخواه و به آزادی برکتمون میدهد تا در صلح و امنیت زندگی کنیم. این ثمراتی هستش که از طرف حقیقت به ما خواهد رسید و به ما قوت میده تا بتونیم در راستی زندگی کنیم. در انجیل یوحنا 8:51 میخونیم، اعلام میکنه: آمین آمین به شما میگویم، یعنی قبولت کرده، تاییدت کرده. آمین آمینم یعنی حقیقتا. میدونستید وقتی میگی آمین یعنی حقیقتا؟ آمین آمین به شما میگویم، اگر کسی کلام مرا حفظ کند، یعنی با اون کلام زندگی کنه، نترسه، نسبت به هیچی نترس، لطفا بیست و خدا تو رو برکت میده. آمین آمین به شما میگویم، اگر کسی کلام مرا حفظ کند، موت را تا به ابد نخواهد دید. آمین یعنی خداوند اجازه نمیده که روح ما هلاک بشه. هرچند جسم ما میخوابه مدتی، اما روح ما در حضور خداوند خواهد بود. و معیارهای زندگیمون رو فقط میباید در راستی قرار بدیم. حتی میخوام بگم برای محبت کردن، اگه میخوای کسی رو محبت کنی، اراده خدا رو بخواه تا پشیمون نشی. محبت خوبه، اما مواظب باشیم اگر اراده خدا رو نخواستیم، جلال خودمون رو خواستیم توی اون مهربانی. و در افسوسیان 4:15 رو میگه، افسوسیان 5:8-10 نیز اعلام میکنه که در اعمالمون میباید در راستی باشیم و هوشیار باشیم که ناراستی رو به هیچ وجه وارد زندگیمون نکنیم. یکی از آسیبایی که توی رابطه ها ما میبینیم این هست: متاسفانه انسان قضاوت و داوری میکنه. حالا ما قضاوت و داوری میکنیم، نگاه میکنیم، میگیم برادر رسول این درس رو داد، حال یا نسبت برادر رسول یا نسبت به عضو کلیسا ایماندار، اون یه گناهی کرد، یه خطایی کرد، آیا باید اون رو طردش کنیم؟ نمیدونم، باید طردش کنیم؟ آیا باید رسواش کنیم؟ آیا باید بریم پشت سرش حرف بزنیم و غیبت بکنیم؟ خدا رو شکر شما همه اینا رو میدونید، من بس برای چی دارم موعظه میکنم؟ همه رو شما میدونید. حقیقتا هم همین گونه هستش، ما نمیتونیم این عمل رو انجام بدیم، اما یه کار دیگه ای میتونیم بکنیم. نامه یعقوب 5:19-20 اعلام میکنه: ای برادران من، اگر کسی از شما از راستی منحرف شود، یعنی از اون حقیقت دور شد و الان زندگیش توی واقعیت هایی قرار گرفته که برای مردم دنیا اون گناه نیست، برای ما گناه شمرده میشه. ای برادران من، اگر کسی از شما از راستی منحرف شود و شخصی او را بازگرداند، پس کار ما اینه که اونو محبتش کنیم، به او آگاهی بدیم تو از اون گناه برگرده، نه غیبت نه رسوایی. بداند هر که گناهکار را از زلالت راه او برگرداند، جانی را از موت رهانیده و گناهان بسیار را پوشانیده است. آمین. چون وقتی شما یک نفر را نجات میدی که باعث شده توی مشکلات و هلاکت قرار بگیره، اجازه نمیدی اونم تعلیم اشتباه بده و اونم توی موقعیت بعدی قرار بگیره. شخصی میرسه به سقراط و میگه یه جا بودم درباره تو فلانی یه حرفایی زد، گفت صبر کن ببینم، در مرحله اول من بگو آن چرا که میخوای به من بگی برای من مفیده؟ میگه نه. میگه من بگو اون چیزی که میخوای من بگی میتونه به من آسیب برسونه و یا من رو توی موقعیتی قرار بده که اذیتم بکنه. میگه فکر میکنم این کارو میکنه. میگه سوال سوم اینه، آیا حقیقت داره؟ میگه نمیدونم. میگه اگر نمیدونی حقیقت داره و برای من بد هست، چرا میخوای به من بگی؟ این تعلیم این باشه برای همه ما. اگر میخوایم درباره همدیگه صحبت کنیم، درباره خوبیای هم صحبت کنیم و اجازه ندیم آنچه را که باعث تلخی من شده دیگران رو نیز تلخ کنه. بریم با همدیگه آخرین آیرم داشته باشیم، مکاشفه 3:10-11. زیرا مطابق تعالیم من رفتار کردی
و نسبت به من وفادار ماندی. من نیز تو را از آزمایش سختی که قرار است بر تمامی جهان واقع شود و ساکنانش را بیازماید حفظ خواهم کرد. خب این وعده‌ای که خدا داره به این کلیسا میده، خدا را شده برای همه کلیسای فارس‌زبان، کلیسای خانگی، ایمانداران. الان شما شنیدید یا عزیزان که روی فیسبوک هستن شنیدن یا تکرار این موعظه را دارن میشنون، این پیغام اومده. حالا خداوند میگه اگر تو در راستی ایستادی، اینو بدون که این وعده نیکویی هم برای تو هست. اما اگر در راستی نیستیم چی؟ میخواید بخونید؟ به زودی می آیم. آنچه را داری محکم نگه دار و نگذار کسی تاج تو را بردارد. چون ما پادشاهان هستیم. آمین. هوشیار باشید. هیچ نیاز، هیچ حاجت، هیچ خلایی، هیچ مشکلی، هیچ موقعیت بدی اجازه نده که تاج پادشاهیت رو شیطان برداره. یه بار تو باغ عدن این کارو کرد با آدم و حوا، دیگه ما نباید اجازه بدیم در این باغ عدنی که خدا مهیا کرد این اتفاق بیفته. بله؟ سوال اینه. آه لطفاً دو تا سوال هست عزیزان. خواهش میکنم این سوالا رو حداقل برای زندگی خودتون جواب بدید. اگر مایل هستید که در این سوالات بتونیم شرکت کنیم، این پنجشنبه استثنا ما نیستیم، اما پنجشنبه دیگه اگه تشریف بیارید میتونید بیاید و درباره همین سوالا با هم صحبت کنیم. اگر موضوعی هم هست شما میخواید عنوان کنید، خوشحال میشیم اون روز بشنویم. اون روز در از بحث ما آزاد هستش که بتونیم از همدیگه یاد بگیریم. بله؟ سوال این هفته: فرق حقیقت با واقعیت چیست و چگونه میتوان با حقیقت زندگی کرد؟ پس چی شد؟ الان فکر کنم میدونید فرق حقیقت و واقعیت چیه؟ و چگونه میتونیم ما با این حقیقت زندگی کنیم؟ چقدر زیباست حتی این مطلب رو بنویسیم و با این حقیقت زندگی کنیم. شاعر اعلام میکنه: مژده یاران که طبیب دل بیمار آمد. آمین. داریم نزدیک میشیم به کریسمس، به این روزی که حقیقتی بود از طرف خدا نصیب ما شد. مژده یاران که طبیب دل بیمار آمد، آن شفا بخش دل و روح اسیران آمد. از ازل وعده امروز به ما داده خدا، بیش از 300 بیشگویی گفته که خداوند بر روی زمین میاد. از ازل وعده امروز به ما داده خدا، که بیاید ذکرم در بر و اینک آمد. به بخشش و مهر و به عالم شد ارزانی، زان که عیسی خداوند به زمین باز آمد. آمین. با این حقیقت زندگی کنیم، قوت خدا رو بگیریم از کلام او در پوری روح القدس، همون گونه که تا به امروز وفادار به مسیح و کلیسای مسیح بودید وفادار باشید.